همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان در شهر مزار شریف، دفتر حضرت آیت الله العظما سیستانی متظل العالی محافل قرآنی تحت نام محفل انس با قرآن و اتحاد تشیع و تسنن دو بال رشد اسلام است را برگزار کرده است. در این محفل قاریان قرآن، اهل تسنن و تشیع، طلاب حوزات علمیه و جمع کثیری از مردم شهر مزار شریف، اعم از شیعه و سنی، حضور به هم رسانیدند و بر شکوه این محفل افزودند. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا این محفل قاریان به تلاوت آیات قرآن عظیم الشان پرداختند و با شور و اشتیاق حضار همراهی شدند. الأرض.
در این محفل حجت الاسلام و المسلمین سید حیدر هاشمی خطیب جمعه مصلای سلطانیه شهر مزار شریف قرآن عظیم الشان را نقطه وحدت و اتحاد دنیای اسلام خوانده و تأکید نمود که برگزاری و اشتراک در این محافل قرآنی باعث ایجاد شناخت بین اهل تسنن و تشیع شده بر وحدت و انسجام دنیای اسلام می افزاید. امروز تو که آمدی اینجا در جلسه خلاصه انس با قرآن شرکت کردی، ببین جبهه کفر را داری هدف میگیری. از اینجا در سنگر قرآنی، ما چرا در مساجدمان، در مراکزمان قرآن اینطوری و بهتر از این برگزار نشه، تجلیل نشه؟ همه ما الحمدلله دیدیم عزیزان قاری چقدر جالب ما را پذیرایی کردن. باید در هر نقطه از شهرمان، در هر شهرمان نقاط مراکز باشه که این برنامه اجرا بشه. روزه به این عظمت من در دوران جمهوریت خیلی شعار دادم، خیلی خلاصه تپیدم، گفتم آقا یک جلسه قرآنی بگذاریم روزه. از ارادم شاهدم نشد الحمدلله. حالا در امنیت فعلی، از فضای فعلی این جلسه برای اولین بار فکر میکنم رو اندازی شده. دشمن چی میگه؟ قرآن دارد نقشه دشمن به ما یاد میده، میگه و قال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران، قرآن نشنوین والغوا فيه، اگر شنیدین داخل معناش یه چیزایی وارد کنین که فهمیده نشه. بعد چی میشه؟ لعلكم تغلبون، اگر میخواین پیروز بشین این کارو بکنین. ما باید بیاییم طرح دشمن رو بشناسیم. دشمن دنبال اختلافه، دشمن دنبال تعصبه، دشمن دنبال خالی کردن کشور ما و سنگر ما و ثروت ماست. دشمن میخواهد مغزای ما را ببره اروپا، متخصصین ما را، متمولین ما را. باید مسئولین، مردم، جامعه این سرمایه ها را نگه دارن، زمینه را، شرایط را، برنامه را. قرآن به این سمت رهبری میکنه. اگر به این سمت حرکت کردیم، اذا جاء نصر الله والفتح، فتح جهانی میآید. و رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، او زمان است که مردم فوج فوج به سمت اسلام می آیند. در ادامه حجت الاسلام و المسلمین سید حیدر هاشمی خطیب جمعه مصلای سلطانی شهر مزار شریف فرازی از کتاب صحیفه سجادیه را برای حاضرین ارائه کرده و بیان داشتند جامعه‌ای که قرآن رهبران است نباید جامعه‌ای فقیر باشد و قرآن تنها برای خواندن نیست و باید به تمامی دستورات آن عمل شود. یکی از ویژگی‌های این کتاب اینه که هر وقت حضرت از خدا چیزی می‌خواد طلب می‌کنه، اول درود و رحمت به پیامبر، بعد می‌فرماید خدایا بر پیامبر و آلش درود فرست و خلع و شکاف تنگ دستی و نداری ما را به وسیله قرآن جبران فرما. یک جامعه ای که قرآن رهبرشه نباید جامعه فقیر باشه، منتظر باشه که کمکش بکنه. آقا دقت کنیم، وجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق. بدون یکی از آیات قرآن این است، لا تقتلو، ادامه شه بخونین، احسان و صدیق ما، لا تقتلو بچه هاتانه بخاطر فقر نکشیم. خود جاهل های کار میکردن. من برداشتم اینه که حضرت داره به ما یاد میده، میگه اگر شما به اصطلاح برنامه های قرآن، مدیریت قرآن داشته باشیم، قرآن میگه جامعه قرآنی نباید جامعه فقیر باشه.
واجبر بالقرآن خلتنا من عدم الاملاق، به سبب قرآن شکاف تنگ دستی و نداری ما را جبران فرما. دقت. و به سبب قرآن زندگی فراخ و گسترده و فراوانی ارزاق را به سوی ما روان گردان. ما اگر بیاییم دستورات قرآن عمل بکنیم، چرا تنگ دست باشیم؟ چرا سینه هامون تنگ باشه؟ الم نشرح لک صدرت. این دو فراز. سه، ما را در سایه قرآن از خصلت های ناپسند و پستی های اخلاقی دور کن. اقوام روزگار به اخلاق زنده هم، قومی که گشت فاقد اخلاق مرده نیست. اگر یک جامعه متخلق باشه، مردم از دور و نزدیک به سمت او جامعه مسافرت میکنن. یک منطقه امن، یک منطقه آباد، یک منطقه خلاصه با هم مهربان، همه دوست دارن اونجا زندگی کنن. قرآن ما را به این سمت باید هدایت بکنه. چهار، به وسیله قرآن از ورطه منجلاب کفر، انگیزه های نفاق حفظ فرما. فرهنگ قرآن حاکم شد، کفر فرار میکنه، نفاق فاصله میگیره، تا قرآن در روز قیامت راهبر و راهنمای ما به سوی خوشنودیت و بهشت‌هایت باشد. در این جهان از خشمت و تجاوز از حدودت بازمان دارد و برای ما در پیشگاهت در حلال دانستن حلالش و حرام دانستن حرامش گوا باشد. ببینید حضرت وقت قرآن میخونه داره با این دعا به ما یاد میده که قرآن باید ما رو به این سمت بکشانه. امیدوارم که هم با تلاوت، هم با تفسیر، هم با دقت یک جامعه ای را انشاءالله مدیریت کنیم، فرزندانی و علا ارادتمندان و علاقمندان به قرآن در کشورمان تربیت شوند و مدیریت کشور و زمام امر را به دست بگیرند که یک منطقه و یک آدرس مورد غبطه و مورد حسرت دیگران باشند. ما این ظرفیت را هم در نیروهامون می‌بینیم، در قرآن که همه قبول داریم هست، و هم نیاز به یک برنامه اینطوری داریم. لذا تأکید قرآن این است که حرف زیاد نزنیم، بیشتر عمل کنیم. خدا رحمت کنه علامه بلخی را، یکی از فریاداش همین بود، می فرمود که قرآن فقط برای خواندن نیست، قرآن برای زندگی کردن است. امروز هم ما به این شعارها و به این فریادها بیشتر نیاز داریم. همچنان اشتراک کنندگان در این محفل بر برگزاری همچون محافل قرآنی تأکید کردند و آن را مایه اتحاد و شناخت بین مذاهب اسلامی تشیع و تسنن در افغانستان دانستند. برگزاری همچون محافل قرآنی واقعا جهت اتفاق و همدلی بسیار خوب است، به خاطر از اینکه قرآن که است، قرآن کتابی است که همه را انسجام، همه را جمع آوری میکنه. پس بنابراین هر چی برنامه‌ای همچنین برنامه قرآنی زیاد باشه، همون که انشاءالله محبت و اخوت میان مسلمان‌ها زیادتر میشه. امروز خوشبختانه شاهد برگزاری محفل بسیار پرفیض و معنوی انس با قرآن بودیم که در شهر مزار شریف در مدرسه علمی سلطانیه برگزار شد. قاعدتا این برنامه هدفش آشنایی و ترویج هرچه بهتر مسائل دینی و فرهنگی، خصوصا درسی که از قرآن میتونیم بگیریم در زندگی خود، در مسائل فردی و اجتماعی هدفش این برنامه بوده و ترویج فرهنگ قرآنی در بین جوامع و استفاده بهتر و هرچه خوبتر از قرآن در زندگی اجتماعی فردی بوده.
علت اشتراک ما فقط در کوتا میخوایم صحبت بگویم و صحبت بکنیم، معرفت بده، یعنی معرفت یعنی آگاهی یعنی شناخت. پروردگار عالم فرموده که ما شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم و شما شو به قرار دادیم تا از یک دیگر خود شناخت پیدا بکنیم. و وقتی که ما پنج انگشت داریم، پنج انگشت ما مثلا یک برابر نیست، مختلف از یکیش بلندتر است یکیش کوتاه‌تر است، پس هدفی است که ما باید از یک دیگر خود آشنایی پیدا بکنیم، معرفت پیدا بکنیم و امی است که اتحاد شویم و هم نظر شویم. نقش قرآن میگه چون که بر عالم نشست، نقش های پاپ و کاهن را شکست. فاش گویم آنچه در دل مزمر است، این کتاب نیست چیزی دیگر است. چون که در جان رفت جان دیگر شود، جان که دیگر شد جهان دیگر شود. خدا را سپاسگزاریم امسال در این ماه مبارک رمضان، در این ماه بهار قرآن، بسیار یک ابتکار و برنامه ریزی خوب دقیق بود از طرف دفتر مرجع عالی قدر حضرت آیت الله عظما سیستانی. من نمایندگی جناب امام جمعه شهر مزار شریف و جاهای هاشمی که این اولین بار است که برنامه اینجا برگزار میشه، استقبال برادران اهل تصنو، حافظان، قاریان، محاسم سپیدان، جوانا، همه خیلی زیاد، شخصا خودم هم خیلی خوشحال هستم که در کنار هم دیگر هستیم. قرآن محور اصلی اسلام است که ما باید از قرآن در این ماه مبارک رمضان استفاده اعظمی رو باید ببریم. قرآن کریم کلام پروردگار است، طبیعتاً یک وقتی که میشنویم آرامش در دلهای ما صورت میگیره، صمیمیت بیشتر پیدا میشه. وقتی که ما آمدیم یک جا شدیم در محفل همراه با برادران شیعه و سنی اردیم و با هم یک جا تلاوت قرآن کریم شنیدیم، از یک دیگر خود معرفت پیدا کردیم و امی است که بیشتر صمیمیت پیدا میشه. و از این بابت میخواییم امی تفرقه هایی که در قبلا بود، یعنی یکانا مشکل امی بود که ما از یک دیگر خود معرفت نداشتیم، یعنی از قبلا همون تک آگاهی ها بود، همون تک طرز فکر بوده که از یک دیگر خود معرفت نداشته باشه. حالا از یک دیگر خود میخواییم معرفت پیدا بکنیم، بیشتر صمیم میشیم، افغان هستیم، هموطن هستیم و همچنان هم در اسلام البته میخواییم محکم دین اسلام رو بسازیم، یعنی از این بابت نمیخواییم تبعیضات وجود داشته باشه. افغانستان کشوری است که پیروان دو مذهب اسلامی تشیع و تسنن در آن زندگی می کنند و پیروان این دو مذهب حنفی و جعفری برادروار در کنار هم در مقابل تمامی مشکلات و مصائب جاری کشور سهم گرفتند.